سلام، پنجشنبه 21 بهمن 89 10 فوریه 2011 میلادی در مورد 8 موضوع امروز صحبت میکنم، ولی چون موضوع اولمون مهمه اگر احیانا من به پاره خبرها نرسیدم پیشاپیش عذرخواهی میکنم. بحث اول ما راجع به راهپیمایی 25 بهمن دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به بعد. نکته اول این است که ما برای هیچ راهپیمایی از اولیش که 25 خرداد سال گذشته بود تا به امروز نیاز به کسب مجوز از حکومت نداشتیم و نداریم. حکومت و همه اعوان انصارش نوکرای مردم هستند و اونها باید از مردم اجازه بگیرند و مردم برای بیان حرف خودشون وقتی که دیکتاتور بر سر کاره نیازی به مجوز ندارن. اگر هم آقای موسوی و کروبی نامه ای می نویسن، حرکتی است که به خود حکومت نشون بدن که به قانون اساسی خودش هم احترام نمیگذاره و از مردم میترسه. آقای محسنی اژه‌ای اظهار فضل فرمودن و گفتن اینهایی که این راهپیمایی میذارن قصد سیاسی دارن. معلومه که قصد سیاسی دارن، راهپیمایی رو نمیگذارن که برن توش ادا اصول در بیارن، که قصد سیاسی دارن برای اینکه به شما و امثال شما آقای اژه‌ای نشون بدن که قدرت ملت کجاست و چگونه ملت در واقع توی دهن دیکتاتورها میزنه. آقای حسین همدانی فرمانده سپاه هم وحشت زده در صحبتی سراپا حاکی از ترس و وحشت خط و نشون کشیده برای مردم که برخورد میکنیم با شدت اینجوری میکنیم اینجوری میکنیم، که به نظر من بیش از هر چیز نشان دهنده اینطور حرف زدن یک فرمانده نظامی نشون دهنده ترس و وحشتش از حرکت مردمه. ضمن باید به ایشون گفت که روابط عمومی سازمان شما دیروز گفته که شما حق حرف زدن ندارید، فرمانده هاتون باید حرف بزنن، و این نابسامانی داخل سپاه نشون دهنده آشفتگی آقایونه. یک تعدادی سوال بچه ها مطرح کردن که من دستبندیش کردم و بر اساس پاسخهایی که خود شما دادید دستبندی ها سعی میکنم اونچه که بر سرش اجماع هست رو خدمتتون ارائه کنم. یک سری سوال ها هست راجع به اینکه آیا آقای موسوی، کروبی، خانم رهنورد و چهره های شاخص جنبش در صورتی که حکومت مجوز نده که نمیدهد، آیا پا توی خیابون میگذارن؟ به کرات آقایون گفتن که بله میان توی خیابون و قصد هم ندارن که راهپیمایی رو کنسل اعلام بکنن و تصمیم بر این است که این کار رو به شدت و قدرت انجام بدن. یک سری سوال در خصوص این است که شعار محوری ما چی هستش؟ چه شعار و چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ شعار اسم این روز، روز نه به دیکتاتور هست، و شعار محوری ما هم مرگ بر دیکتاتور خواهد بود. و هدف هم مثل سایر کشورهای خاورمیانه این است که با اثر راه برداشتن دیکتاتور که در کشور ما آقای خامنه‌ای است، همون که بعضی بچه ها گفتن بن علی گم شد، سید علی گم شو، با برداشتن دیکتاتور از سر راه انتخابات آزادی داشته باشیم در کشور که در اون مسلمون و غیر مسلمون، موافق جمهوری اسلامی و مخالف جمهوری اسلامی حق رأی آزاد داشته باشند، و اگر مخالفین جمهوری اسلامی رأی اکثریت رو داشتن بتونن که قانون اساسیش رو هم عوض بکنن. این موضوعی است که دست اندرکاران جنبش سبز، یعنی برگزاری انتخابات آزاد با حضور همه گرایش ها و عقاید کشور رو قبول دارند و بارها برش صحه گذاشتن و پای اون به ملت تعهد دادن. یک سری سوال هست در خصوص بیخشونت بودن مبارزه، حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت، که باز هم پاسخ این است که حفظ دیسیپلین مبارزات بیخشونت به این معنی است که ما نمیخوایم دسته چریکی درست کنیم، ترور بکنیم، اسلحه دستمون بگیریم. نمیخوایم سراغ جنگ مسلحانه، لشکرکشی خارجی یا کودتای نظامی بریم، بلکه به معنی استفاده از قدرت عموم مردم، استفاده از روش هایی که فلج کننده حکومت هاست و استفاده از مقاومت مدنی، مقاومت منفی
و روش‌های از این قبیل، یکی از اونها هم تظاهرات خیابانیه. اما در تظاهرات خیابانی مبارزات بی خشونت به این معنی نیست که بایستیم و کتک بخوریم، به این معنی نیست که وقتی اوباش حکومت در صدد عربده کشی هستند از خودمون دفاع نکنیم، به این معنی نیست که اگر مراکز قدرت حکومت در دسترس نیروهای جنبش قرار میگیره اونها رو تسخیر نکنن یا ویرانشون نکنن. بنابراین حفظ مبارزات بی خشونت به معنی کلان استراتژی جنبشه و تکیه بر قدرت هرچه بیشتر عموم مردم، بسیج کردن عموم مردم در روش ها و حرکت هایی است که حد اکثر فلج سازی رو و شکاف رو در حکومت ایجاد بکنه. یک سری سوال هست راجع به مسیر حرکت در تهران و شهرستان ها که همون جوری که قبلا هم صحبت کردیم، تمرین کردیم، وقتی که ما مسیری رو از قبل با زمانش اعلام میکنیم، مثلا 3 بعد از ظهر روز دوشنبه 25 از میدان امام حسین به میدان آزادی در تهران، قطعا میدانیم که سرکوبگران، نیروهای پلیس، سپاه، غیره اونجا رو اشغال میکنن، احتمالا ساندیسخورایی هم که برای 22 بهمن آوردن میارن اونجاها عربده بکشن، لذا ما هم مقابله با اون رو یاد گرفتیم. تاکتیک اونها این است که حمله میکنن به حصه های تظاهرات که شکل نگیره. ما هم قبلا تمرین کردیم، تظاهرات پراکنده در سطح شهر برگزار میکنیم، تمام سطح شهر رو در تسخیر خودمون در میاریم. هر دسته 20 نفره، 50 نفره میتواند در هر کوی و برزن و هر کوچه‌ای تظاهرات داشته باشه، با حفظ امنیت، پوشوندن صورت به وسیله ماسکا و استفاده از تاکتیک مبارزات تظاهرات برق‌آسا یا همون بلیتس دمانستریشنی که بچه های آرژانتین اول دفعه تمرین کردن، یعنی تجمع برق‌آسا. حد 5 دقیقه در آرژانتین برای خودشون 5 دقیقه زمان گذاشته بودن، 5 دقیقه یا 10 دقیقه بستر خیابون، شعار دادن، فیلم عکس تهیه کردن، به میون آوردن سطل آشغال غیره و غیره و پراکنده شدن و به جای بعدی رفتن. خیلی هم خوبه که اون دسته ای که با هم هماهنگی میکنیم، قبلا اگر چند جا قراره بریم روز قبل شناسایی داشته باشیم، راه ورود و راه خروج رو و ساعت و زمان رو اندازه گرفته باشیم. به هر صورت این کار از کارهایی است که تأثیرش مطمئن باشید به لحاظ تبلیغی، مثل 40 شهدا نمونه خوبی که خودمون در ایران اجرا کردیم، میتوانیم کنترل شهر رو در تهران و تمام شهرستان ها داشته باشیم برای چندین ساعت، بدون اینکه کسی گیر بیفته، بدون اینکه سرکوبگرا امکان دسترسی به ما داشته باشن، و با فیلم و عکسی که تهیه میکنیم حد اکثر پوشش خبری رو در داخل ایران و در سطح جهانی هم میتونیم داشته باشیم. از شهرستان ها به خصوص چون پرسیدن چه مسیرهایی، باز هم باید تکرار بکنم که حرکت بچه ها در شهرستان ها به شکل تظاهرات پراکنده با قول و قراری که خودشون میگذارن بهترین تأثیر رو داره و بهترین کمککار برای بچه های تهرانه، برای اینکه حسب معمول حکومت تمرکز نیرو و قواش رو در تهران خواهد. راجع به تظاهرات 25 بهمن باز هم صحبت میکنم. آقای کروبی هم مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز داشته و در اون تأکید کرده بر اینکه روز سرنوشت سازی روز دوشنبه و گفته در صورتی که حکومت برخورد بکنه اون وقت باید گفت حمایت جمهوری اسلامی از اعتراضات اعراب دروغی بیش نیست. نکته دوم در خصوص بحث‌های حقوق بشری است در کشور. 10 نفر دیگر در زندان وکیل‌آباد مشهد اعدام شدند به جرم مواد مخدر که 5 نفر اونها افغانی هستند. آقای تقی رحمانی از فعالین ملی مذهبی به جرم نقش فعال در فراخوان تجمع‌های غیرقانونی دستگیر شد روز گذشته. رحمانی بارها و بارها از دهه 60 تا کنون دستگیر و زندان رفته و همواره مقاوم و سرفراز از زندان بیرون اومده. مهدی معتمدی مهر عضو نهضت آزادی ایران هم در کمتر از 1 ساعت توسط آقای مقایسه محاکمه شده و به 5 سال زندان محکوم شده. حجت الاسلام مصطفی میرحمدی زاده استاد حقوق عمومی دانشگاه مفید قم هم که عضو بنیاد باران هست بازداشت شده.
قرار وثیقه نازنین خسروانی از 300 میلیون که قبلا بود 600 میلیون تعیین شده، روز گذشته قاضی گفته بود اصلا حکم بازداشت رو نگه میداره. بیشتر به نظر میرسه برای اذیت کردن خانواده خسروانی این کار رو میکنن که وقتی با زحمت زیاد وثیقه رو فراهم کردن، مراحلش رو طی کردن، اون وقت دوباره قاضی میگه نه خیر، من حکم بازداشت میدم. عبدالرضا قنبری معلم زندانی در معرض اعدام قرار گرفته در بند 350. صحبت از اعدام 4 زندانی سیاسی دیگه هم در میانه. شورای شهر پاریس هم اعطای شهروند افتخاری به جعفر پناهی رو تصویب کرد. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد پیروز، موفق و سرفراز باشید، به امید پیروزی ایران و ایران.